رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. درود به همیهنان ارجمندم، درود به یاران و همراهان گرامی و خردمند برنامه‌های در شناخت هویت ملی و شناخت تاریکی‌ها و روشنایی‌های آن، و درود گرم به همراهان و یاران رسانه میهن تیوی که در شرایطی براستی پر طوفان و خطیر پرچم آگاهی و آزادی رو به سهم خود برافراشته نگاه داشتند. درود بر آنان باد. ما هفته شگفتی رو پشت سر گذاشتیم، هفته ای که طوفانی از اخبار و حوادث بر ما وزید، البته نه همه اخبار و نه همه حوادث، برای اینکه هنوز بسیاری از رسانه‌ها متاسفانه انعکاس نمیدن آنچه را که در ایران به پا خواسته در حال اتفاق افتادن است، ولی به مدد رسانه‌های مختلف اینترنتی ارتباطات وصل است و ما می توانیم قامت برافراشته ایران بزرگ رو با تمام فرزندانش در سراسر ایران از آذربایجان تا بلوچستان، از اصفهان تا شهر کرد، تا کازرون، تا بختیاری های دلیر و تا بلوچه های شجاع ببینیم. ایران در حال برخواستن از سالها قبل. من شعری سرودم که چند خطش رو در آغاز برنامه زمزمه می کنم، زیرا دقیقاً این جنبش ها با بحثی که پیش رو داریم در ارتباطه، بحث هویت ملی و اکنون بعد از واقعا قرنها. من میبینم که دو هویت، اگرچه هنوز در مه و ابر، ولی در مقابل هم صف کشیدند و دریا به قرش آمده است. دریا به قرش آمد با نعره‌های طوفان. اینک خروش ملت در کوچه و خیابان، اینک تمام خورشید، اینک تمام جنگل، اینک تمام تندر مجموع آذرخشان، اینک تمام دریا با موج‌های چون کوه، اینک هر آنچه ابر است، اینک هر آنچه باران. این اوست آن که خواند آزادی به زنجیر با 100,000 فریاد باز از گلوی ایران. همیهنان گرامی، بحث ما بحث هویت است و این روزها این بحث رو من میخوام در این برنامه بگذارم روی میز حوادث و واقعیات تاریخی.
در طول ده ها برنامه، چه در برنامه هویت ملی، شناخت هویت ملی و چه برنامه های دیگه ای که ظرف 3-4 سال در کنار جناب سعید بهبانی از تاریخ ایران گفتیم، من کوشش کردم که تاریخ رو تا حد امکان در روشنایی قرار بدم. 15 قرن حداقل هویت قبلی ما به ضرب شمشیر و تبر، به ضرب کشتار، بدون تعارف میگم، استادانی مثل زرین کوب اندکی از بسیار رو گفتند. ما با ورود سپاهیان خلیفه دوم، ممکنه بعضی ها خوششون نیاد، مهم نیست، بحث فرهنگی تلخ است. نبرد فرهنگی بسیار حساستر از نبرد سیاسی و نظامی است. در نبرد سیاسی و نظامی ما با دشمن بیرونی سر و کار داریم، با یک رژیم، با یک حکومت، با خودمون درگیر نیستیم. ولی در یک نبرد فرهنگی ما با خودمون درگیر میشیم، یعنی میخواییم مسمومیت های گذشته رو بشناسیم و از خودمون پاک کنیم. اینجاست که بسیاری در میمانند. به همین دلیل باید صریح بود، باید گفت که بروید بخوانید اسناد رو و ببینید این آیین، این خدا، این رسول، این مقدسین و مقدسات، آنطور که آخوندان میگن، ما با آغوش باز نپذیرفتیم. چنین چیزی وجود نداره. متاسفانه تاریخ رو نشناختیم. این آیین به ضرب شمشیر و کشتار و به بردگی کشیدن و جزیه بستن بر ما تحمیل شد و متاسفانه در طول 14 قرن ما نرفتیم یک آنالیز از نقطه اصلی فلسفی، یعنی خدایی که راه کردن داشته باشیم که کیست این؟ چه کرد؟ چه میگوید؟ رفتارش با انسان چیست؟ با زن چیست؟ و نیز پیامبرش و نیز امامانش و خلفا. برها 9 قرن آمدیم جلو، عادت کرده به آینی که نمی شناختیم و بدون تعارف قرنها به جای آن که نامش پروردگار است، یعنی پرورنده جهان، آن ناشناس، آن بینام، آن بینهایت، یک بت رو پرستیدیم. 9 قرن سپری شد با خوب و بدش. دیدیم که تشیع چگونه پرورده شد. اگر جز این است، بروید بنگرید و بیایید در همین برنامه ها میکروفون رو به دست بگیرید و هدایت کنید کسانی رو که به قول شما دچار گمراهی شدند. تشیعی که آخوند نماینده اون، یک جعل تاریخی است. این یک واقعیت خیلی سرسخته. یک رگه‌ای وجود داشت که این تشیع نبود. زیدی ها بودند با حکایت خودشون. علویان رو من اشاره کردم. تعارف رو باید کنار بذاریم. اونها نیز علویان در دوران حاکمیت خودشون کلی جنایت کردند. از اولین نفر دست و پا بریدن، آدم کشتن، زنهای روسپی رو انداختن توی چاه و نیز سربداران. ولی این تشیع، حتی تشیع علوی و زیدی هم نیست.
این تشیع آخون ساخته ساختی فرزندان چنگیز خان مغل در یاری رساندن به شیخ صفی اردبیلی و فرزندان اوست. بعد امیر تیمور گورکانی آمد، فرزندان اون و نیز فرزندان چنگیز خان اواخر مسلمان شدند، بعد شیعه شدند. بعد در کنار فرزندان چنگیز و تیمور که مسلمانی سرسخت بود و آخوندها، ما شاهد تبار شیخ صفی بودیم که فئودال‌های زورگو و گردن کلفت و حقه باز از جناب شیخ صدرالدین تا زمان شیخ جنید و شیخ حیدر چه کردند؟ غارت، دزدی، جنایت. برویم و بخوانیم لطفا. و این تشیع است که با شاه اسماعیل صفوی یک بیمار روانی کامل که خود رو خدا میپنداشت از خلاصه خم و پیچ تاریخ بر عرصه قدرت سیاسی، نظامی و حکومتی نشست. ببینید، در برنامه قبل من اشاره کردم، هزار بار باید این رو گفت، اسناد رو باید دید، که اینهایی که اومدن با شاه اسماعیل نه پرورندگانش، نه معلمانش، نه سرداران ارتشش، نه سربازانش و قزلباشانش، هیچ کدام نه نژادن و نه فرهنگن ایرانی نبودند و کسانی بودند که از تاتارها برآمدند، قبایل غیر ایرانی بودند، کارشان دزدی و غارت و جنایت و تجاوز به نوامیس مردم بود و ایران سفره افتاده‌ای بود برای اونها و هیچ رحم و مروتی در رابطه با ایرانیان نداشتند. اگر شما این کشتارا رو می‌بینید، باید بیاندیشیم در کجای تاریخ شما سراغ دارید. حتی چنگیز خان اشاره کردم که وقتی شهری تسلیم می‌شد دیگه کشتار نمی‌کرد، ایلی رو میپذیرفت، خراج رو میپذیرفت. یا در قوانین چنگیزی تجاوز به زنانی که در شهر، در شهری که تسلیم شده بود، مجازات مرگ داشت. ولی شاه اسماعیل هیچ مرزی رو به رسمیت نشناخت، هیچ مرزی رو واقعا، و کشتار پس از کشتار، برای اینکه کسانی که با او بودند به هیچ وجه هویت ایرانی، ایرانیت، مردم ایران رو به رسمیت نمیشناختند از آغاز تا اکنون. ببینید، ما رسیدیم به فتح بغداد و اینکه بغداد رو ویران کردند و رفتند به سراغ گور ابو حنیفه، امام بزرگ حنفیه، و آرامگاهش رو ویران کردند، استخوان‌هاش رو بیرون آوردند، چاهکی ساختند، سگی را در آن انداختند و تبدیل کردند گور این بزرگترین شاخه اسلام رو تبدیل کردند به توالت عمومی، به مستراح. و آنطور که می نویسند بسیاری در دسترس اسناد، 25 دینار تبریزی جایزه کسی بود که برود و در آنجا خلاصه کار خودش رو بکنه. در این زمان این بچه 13 ساله‌ای که رسیده بود به حکومت 22 ساله بود. یک روانی کامل،
خودش رو خدای روی زمین می دانست. و اشاره کردم که وینیزیان در خاطرات خودشون می نویسند که اسماعیل برای قزلباش هم خداست، هم پیامبر و هم ولی امر و هم شیخ. سفرنامه وینیزیان صفحه 323. ببینید چرا این کار رو کرد؟ ما در گذشته با هم عبور کردیم که از زمان سامانیان بخش عظیمی از ایران حنفی بودند، من جمله پادشاهان سامانی. در دوره سلطان محمود غزنوی همینطور، در دوره سلجوقیان نیز همین وضع بود. گاه البته جابجا میشد شافعی به حنفی، حنفی به شافعی، ولی حنفی نیرومندترین شاخه‌ای بود که وجود داشت و مردم با اون زندگی میکردن. حالا شما اگر برید به سراغ مثلا سرگذشت ابو حنیفه خواهید دید که در بین اون چهار امام حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی او توانمندترین و اتفاقا در کادر یک عالم سنی نقاط مثبت بسیار داره. اولا ابو حنیفه ایرانی بود، یعنی در سال 80 هجری یا اواخر قرن هفتم میلادی حدود 699 در خراسان بزرگ متولد شد. قومیتش تاجیک بود. عده میگن در کابل متولد شد، عده میگن در نسا، که هر دو برحال در خراسان بزرگ بود. اسم اصلیش بود نومان ابن ثابت ابن زوتاب ابن مرزبان ابن مکنه و مشهور به ابو حنیفه. من نمیخوام اینجا از اون صحبت بکنم، فقط میخوام بگم نقاط مثبتی داشت که حتی امامان شیعه نداشتند، من جمله نگاه آزادش به فقه و آزادی‌هایی رو به رسمیت میشناسه که ما در فقه شیعه نمیبینیم. مثلا این که حدیث رو به کناری میذاشت و میگو باید بیاندیشیم و هر فتوایی میداد میگفت این سخن رأی ماست، اگر کسی بهتر از سخن ما دریافت از او پیروی کنید، سخن او به ثواب نزدیکتر است، چیزی که در من آخوندهشی وجود نداره. بعد به زنها آزادی میداد، مثلا میگفت زن میتونه بدون اجازه ولی خودش همسر انتخاب بکنه و این آدم رو بیاده اندیشه زرتوش میندازه که همینطوری میاندیشید. و نیز سرسختی او در مقابل خلفای اموی و نیز خلفای عباسی که سرانجام در زمان منصور به زندان میفته و جانش رو از دست میده. شما نگاه بکنید، با در مقایسه میکنم، با قول معروف اینا همه رفتند، هم ابو حنیفه رفت، هم امام جعفر صادق و محمد باقر. واقعا اگه منصفانه نگاه بکنیم کار کرده زندگی مثلا امام محمد باقر رو در زمان و امام جعفر صادق شیعیان رو در زمان خلفای عباسی و اموی که چه کردند، از کدام جنبش حمایت کردند، در حالی که ابو حنیفه از جنبش های شورشگران علیه امویان عباسیان حمایت میکرد و به همین دلیل تحت فشار قرار گرفت، از جنبش های زیدی حمایت میکرد. و خلاصه چنین کسی رو این بی احترامی رو به مزارش کردند. علتش این بود که سنی بود، علت اصلی تر دیگرش این بود که ایرانی بود و این جانورانی که در ارتش شاه اسماعیل بودند به رسمیت نمیشناختند، که اصلا ایرانیت رو نمیفهمیدند. از زمان شاه اسماعیل برگردیم به الان، شما نگاه بکنید ادامه شاه اسماعیل صفوی و تاتارها و ارتشش،
ادامه آن هویت. همین ولی فقیه معاصر ماست، منتها این عبا بر شانه دارد، اون کلاه قزلباش داشت و پیروان راستین او بویی از ایرانیت نبردند. اینها اگر دستشون برسه و بتوانند مطمئن باشید درست مثل شاه اسماعیل صفوی شهر به شهر کشتار خواهند کرد، زیرا بویی از هویت ایرانی نبردند. آخوند، ببینید همیانان گرامی، اینجا یکی از پیچ‌های مهم تاریخ ماست. آخوند ایران سرزمینش نیست. خواهیم رسید که اینا اجداد عقیدتیشون که مهمترین چیز انسان عقیده است، اینها ایرانی نبودند. از جبل عامل لبنان، از احسا، از بحرین آمدند. حدود 400 تا از اینها به دلیل اینکه اصلا عالم شیعه در ایران وجود نداشت که زمان شاه تماس و اول، از کشورهای دیگه اومدن اینجا و قدرت مذهبی رو قبضه کردند. اینها درست اندیشهشون در رابطه با ایران همون اندیشه خلفای اولیه است. ایران سرزمینی است که فتح شده، اسلام وارد شده، فتح شده. آخوند ته ذهنش، به خصوص که ایران با فرهنگ خودش مقابل اینا ایستاده، ایران مثلا مثل کشورهای دیگه نیست که بپذیره. تنها کشوری که زبان خودش رو حفظ کرد، هویت خودش رو حفظ کرد علارغم آلودگی به هویت آخوندها. و آخوند از روز اولی که اومد امثال خامنه‌ای خطر رو احساس میکردند. برای اینکه ایرانیت در مقابل اسلامیت اونها ایستاده بود و اونها جای اصلیشون سوریه است کنار مزار زینب، جای اصلیشون نجف است جایی که علی حکومت میکرد، جای اصلیشون لبنان است جایی که اجدادشون اومدند. به همین دلیل هست که بچه ایرانی نان ندارد بخورد، خروار خروار پولهای مملکت رو دارن میبرند به خاطر حفظ نمیدونم شام، سوریه، به خاطر مدرسه ساختن در لبنان، به خاطر کمک کردن به حزب الله لبنان و همسالم، برای اینکه ایران مطرح نیست. یک جو ایرانیت در اینا وجود نداره. درست مثل من مقایسه رو واقعا اینجا تاتارهای شاه اسماعیل رو با کسانی مقایسه میکنم که در جنبش سبز مردم رو بستن به گله و کشتن، حداقل 1500 تا میگن، هزاران نفر رو به زندان کشوندن. در دو سال قبل مردم رو کشتند و در اصفهان در چند ماه قبل با تفنگ ساچمه کلی رو کور کردند و الان نیز در شهر کرد، در کازرون، در خوزستان دارن شلیک میکنند به مردم. اینها کسانی بودند که با گل و نقل بر سرشون ریختند مردم و آمدند. البته اشتباه عظیم ما بود که ما نمیدانستیم، برای اینکه هویت ما با اونها یکی بود، برای اینکه ما مسموم بودیم، خدای ما با خدای خمینی یکی بود، پیامبر ما با پیامبر خمینی یکی بود، امامان ما با امامان خمینی یکی بودند، کتاب ما با کتاب خمینی یکی بود. خمینی متناقض نبود، خمینی هویت واقعی خودش رو داشت. به عنوان یک آخوند شیعه که رگ و ریشه‌اش از لبنان و بحرین و احسا شروع شده بود و دنبال امت میگشت و سرزمین به رسمیت نمیشناخت، پرچم به رسمیت نمیشناخت، ایران به رسمیت نمیشناخت، به همین دلیل شما نگاه بکنید، من واقعا اینا رو کنار هم میخوام قرار بدم، شاه اسماعیل صفوی رو با خمینی و خامنه‌ای. از روز اولی که آمدند، خب شاه اسماعیل علنا تو قرن نهم
تیغ رو برداشت و افتاد به جون مردم. 20,000 نفر در تبریز، 9,000 نفر در طبس، شهرهایی مثل شیراز که زمان مغول‌ها و تیموریان ویران نشده بود به ویرانی کشون، کل مناقه درست کرد. خمینی این کار رو نکرد با شمشیر، ولی شما نگاه کنید با ایران چه کرد. اون مزخرفاتی که روی منبر سرهم کرد، دانشگاهیان نمیدونم عامل اصلی فسادند، زنان میروند کنار دریا چنین و چنان میکنند، نمیدونم خلاصه فساد میکنند و کلی مزخرفات، و بعد افتاد به جون مردم. آقا کرد بکش، کرد چه دردی داشت؟ کرد در ایران دموکراتیک با 3,000 سال سابقه بر این آب و خاک که از آسمان که صاعقه به سرش نزده بود که سلاح به دست بگیره به جنگه. اگر دموکراسی وجود داشت تمام کسانی هم که تجزیه طلب بودند دود می شدند. بعد نوبت ترکمن ها شد، بعد نوبت گروه های سیاسی شد و همینطور یک صفی از اجساد، همون اجسادی که شاه اسماعیل پشت سر خودش گذاشت، به جا گذاشت، خمینی به جا گذاشت. و متاسفانه به دلیل هویت مشترک اپوزیسیون ها و آلترناتیف ها در سرزمینی که با مذهب آمیخته بود باز هم هویت مشترک داشتن با خمینی. شوخی که نداریم. شما نگاه بکنید منصفانه کدام یکی از این اپوزیسیون های مذهبی که سلاح به دست گرفت و جنگید، به اصطلاح چقدر طول کشید این جنگ و بعد روانه خارج کشور شد؟ در طول این 40 سال گذشته یک ذره رفرم در اندیشه که یک ذره شک کرده؟ نمیتونه. برای اینکه اگر او نیز هویت ایرانی در دلش زنده بود راه نمی افتاد که با علی ابن ابی طالب نمیدونم و حمزه و نمیدونم قنبر غلام علی و بلال بخواد جمهوری دموکراتیک درست کنه. عده فکر میکنند که آدم به قول معروف دیوانه شده که بیاد اعتقاداتش رو کنار بذاره، به قول معروف بیدین بشه، مرتد بشه، کافر بشه، مشرک بشه، که اینا ترمای مزخرفیست. هیچ کدوم بد نیست. در مقابل دروغ و ریا باید مرتد شد، در مقابل حق بازی باید آزادی رو گذاشت، گفت آری مشرکیم، شریک ما آزادی است، صلح است، انسانیت است، سکولاریسم است. باید کافر شد نسبت به خدایی که آدم سوز است. باید دین رو به کناری گذاشت، دینی که دستور گردن زدن میده و رهبر اصلی 40 تا زن میگیره. ببینید وقتی هویت نیست نمیتونیم به جنگیم. آخوند رو ور میداریم با هویت مشترک. اگر شاه اسماعیل رو تاتارها آوردن به ایران، ما خمینی رو خودمون آوردیم به ایران و روشنگران ما به اصطلاح از راست تا چپ هرگز ندانستند که چه کسی دارد می آید. برید اطلاعیهاشون رو بخونید، به اصطلاح روشن فکران رو. تعارف رو کنار بذاریم، دائم توی سر محمد رضاشاه زدن به خاطر پنهان کردن عیب خود. ما موقعی حق داریم که او رو به نقد بکشیم، که خرابکاری های خودمون رو بگیم و بگوییم که چرا به خمینی گفتیم مجاهد اعظم، چرا اطلاعیه دادیم که منی که به اصطلاح کمونیستم یا مثلا لایک هستم که امام می آید فلان می کند، چرا شاعر چپ ما والا تبار محمد می سراید؟ چرا؟ برای اینکه نمی فهم. برای اینکه
کسی که ادعای مارکسیست بودن داشت، من اینو واقعا با یقین میگم، اکثریتشون روی سطح حرکت میکردند، نه روی اندیشه های مارکس و انگلس و سطح ها و بزرگ و روشن فکری که در سراسر جهان ظرف 100 سال گذشته ادبیات رو، فرهنگ رو، فلسفه رو رشد دادن. یک استالینیزم سطحی خام و آلوده با شعار ضد امپریالیستی علیه شاه، تأکید میکنم استالینیزم وابسته به شوروی از نظر فکری، تمام طیفا تقریبا ایرانی وجود نداشت، هویتی وجود نداشت، اون مذهبیش، این هم از غیر مذهبیش، و این امام رو آوردیم ما و تا حالا هم خوشبختانه به قول معروف اون الله تعالی یک انتقاد از خود واقعی جز یکی دو نفر وجود نداره و هنوزم که هنوزه در حالی که شاهی نیست، نیمی از دشنام ها نثار محمد رضا شاه، آقا محمد رضا شاه خمینی را آورد. خب ما برگ چغندر بودیم اینجا، مایی که توپخانه ضد امپریالیستی و شاه رو ژاندارم منطقه میدونستیم، چه کردیم؟ احزاب و گروه ها چه کردن؟ ببینید الان بحث اینا قبلا شده، بحث سر هویت نداشتن است که به دلیل نبودن هویت ما این بار محترمانه خودمون شاه اسماعیل رو در هیئت حضرت امام به ایران آوردیم تا بکشند. پشت سر رو نگاه بکنید، صفی از جسد و تیرباران و زندان ها، از کشتار افسران ایرانی بدون محاکمه تا مجاهد، تا فدایی، تا کرد، تا ترورهای خارج کشور. یعنی آخوند ایرانی نیست، خدای آخوند خدای ایرانی نیست، خدای ایرانیان نیست، رسولش رسول ما نیست. بروید کتاب راز بزرگ محمدی رو بخوانید در رصافی و نگاه پیامبر رو به ایران در جنگ احد، که کلنگش وقتی جرقه میزنه میگه در جرقه اول فتح شدن روم رو دیدم، در جرقه دوم فلان، در جرقه سوم دیدم که زنان فارس بسترهای نرم جنگاوران اسلامند. این درده. و الان ما بار دیگه داریم تجربه میکنیم، کسانی که به خاطر حفظ ایران به عنوان مستعمره اسلامی خودشون مردم رو میکشند، و اگر ما کنار هم نیستیم، دست در دست هم نگذاریم با هویت ایرانیت، با هویتی که چهار محور بیشتر نداره، میهن مشترک، ملت مشترک، دشمن مشترک و درد مشترک، اینها کشتار خواهند کرد. اینها نان بچه ایرانی رو از سفره میدوزن میفرستن تو جبل عامل و لبنان و نمیدونم سوریه. اینها آب رو دزدیدند، رودها رو خشک کردند برای اینکه ایرانی نیستند. و اگه بحث هویت رو میکنیم به این دلیله که به اینها فکر بکنیم و نترسیم. ما مجبور به تغییریم، مجبور به این هستیم که اندیشه خودمون رو، تفکر فلسفی خودمون رو، تفکر مذهبی خودمون رو تغییر بدیم. اگرم نمیخواییم در این منداب و مرداب خواهیم ماند تا کارمون تموم بشه به طور فردی و تا میهنمون همچنان در ظلمت باقی بمونه. برحال این اشاره کوتاه بود، من بیشتر رو واگذار میکنم به خود شما و میرم سر ادامه کار. شاه اسماعیل 22 سال است،
و بغداد رو به خون میکشه و اشاره کردن به شیبک خان یا شاه بیک خان که سغد و خوارزم و گرگان در دست او بود. شاه بیک خان و ازبک و خراسان و زابلستان و سیستان در دست سلطان حسین بایقرا که هرات پایتختش بود. بایقرا در سال 885 میمیره، شیبک خان میاد خوارزم و سغد رو میگیره و فرغانه رو از بابر تیموری میگیرد و متصرفاتش رو به دامغان میرسانه و همسایه قزلباشا میشه و به شاه اسماعیل اعلان جنگ میده. در این کشاکش شیبه خان بدشانسی میاره. قاسم سلطان پادشاه مغول که در دشت قبچاق حاکم بود به خوارزم لشکر میکشه، اقوام هزاره نیز شورش میکنند و توان نظامی شاه بیک خان کم میشه و در جنگ با شاه اسماعیل شکست خورد و کشته شد و اون واقعا تراژدی خوردن شیبک خان در اینجا رخ میده. شما نگاه بکنید در تمام جنگ های گذشته، مثلا کوروش رو ببینید، در جنگ با پادشاه ماد تا شاهان آشور کوروش همه رو بخشید و به قدرت بازگرداند، این واقعی است. ولی قرنها بعد ببینید ما اینجوری شیعه شدیم دوستان، خجالت نکشیم. تشیع که الان بر ما حاکمه دستاورد خیالات ما نیست، پر از کرامت و معجزه و نمیدونم پنج تن و 14 معصوم که باید بیاندیشید که چه کردن برای ما. زاده کارکردهای شاه اسماعیل هست، آخوندها، ادامه شاه اسماعیل. جناب شاه اسماعیل میاد سر جنازه شیبک خان به قول معروف با شمشیر ذوالفقار آسا هر دو دست شیبک خان را قطع کرد و به لفظ گوهربار فرمودند هر که سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن طعمه سازد، و بعد دستور داد از سر شیبک خان جام باده ای بسازند تا او را در میگساری هایش در سر دشمن خود باده بخورد. جانگوشای خاقان صفحه 380. ریختند و تکه تکه کردند و خام خام شیبک خان رو به دستور شاه اسماعیل خوردند و حتی عده‌ای روی همدیگه شمشیر کشیدن برای اینکه تکه از گوش گیرشون بیاد. تعدادی از قزلباشا کشته شدند میگن تو این کشاکش. بعد از ماجرای شیبک خان رفتن طرف مرو. مرو رو 3 روز در آتش سوزاندند. به دستور شاه اسماعیل از سر کشتگان چندین مناره ساختند. باز تاکید میکنم تشیع این چنین توسط شاه اسماعیل بر سریر قدرت نشست و این چنین است که آخوندها سلسله صفوی رو گرامی می‌دارند و روز شیخ صفی الدین اردبیلی رو وارد تاریخ می‌کنند. بعد رفتن به هرات. هرات یکی از مراکز فرهنگی در طول قرن‌ها بود و یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای خراسان. مزار جامی، آخرین شاعر بزرگ قبل از صفوی در این شهر بود. هرات داوطلبانه تسلیم شد و برخلاف چنگیز خان که وقتی شهر تسلیم می شد کشتار نمی کرد، شاه اسماعیل دستور داد علما و مردم رو در مسجد جامع جمع کردند و گفت از دین خودتون فلفور دست بشویید و خلفا رو لعنت کنید. طبیعی است که مردم قبول نمی کنند برای اینکه اعتقادی 8 قرن با اونهاست
یک روزه که نمیشه کناری گذاشت. قتل عام عمومی. 4 ماه در هرات ماند و یکی از بزرگترین فقهای جهان اسلام و روزگار رو، یعنی علامه تفتازانی رو که قبول نکرد فحش بده به خلفا، گفت تکه تکه کردند و بعد جسدش رو به آتش سوزاندند. کشتار مردم، آتش زدن مدارس، مساجد چند روز ادامه داشت. شاه اسماعیل دستور داد استخوان‌های جامی رو که هم شاعر بود و هم عارف از گور بیرون آوردند و در زیر پای اسبان گذاشتند. و در سال 890 شاه اسماعیل از هرات بیرون رفت و در ادامه راه بلخ تا میهنه رو به کشتار و آتش کشید و فاریاب رو به آتش کشید و مردمش رو کشت. و سرانجام در اوایل اسفند ماه بود که به قم رسید و در آنجا مجلس باده برپا ساخت و مشغول استراحت شد. یکی از حوادثی که رخ میده جدا شدن یک تکه از خاک ایران است. میگن که زمان شاه اسماعیل همه چیز به قول معروف موجب شد که وحدت ایران حفظ بشه و خلاصه یک پارچه بشه، ولی واقعیت این نیست. این چنین یک پارچه شدن یعنی تکه تکه شدن. به دنبال کشته شدن و خوردن شیبکان، ظهیرالدین بابر تیموری سمرقند رو گرفت و در اونجا بساط خودش رو برپا کرد. البته او ایران گرا بود، پارسی حرف میزد و شعر هم میسرود. به جای شیبکان، عبیدالله برادرزاده شیبکان قدرت رو به دست گرفت، رفت به جنگ بابر. بابر شکست خورد و به یک قلعه به نام قلعه شادمان در بلخ پناه برد و از شاه اسماعیل درخواست کمک کرد. اشتباه بزرگش هم همین بود. شاه اسماعیل امیر نجم ثانی، حسین بیگ لله و بایرام بیگ قرمانی رو فرستاد به کمک او. قزلباشا در سال 891 از جیهون عبور کردن، دژ خراز رو تسخیر کردن و همه رو کشتن در این دژ. بعد رفتن قلعه قرشی و امیر نجم دستور کشتن همه رو داد. بابر واسطه شد، گفت اینا رعایای من هستند. امیر نجم همه رو کشت و هیچ چیزی رو از هیچ کس حتی از قیاس الدین قبول نکرد و گفت اینا سید نیستن. سیدی که اولاد پیغمبر باشه اصلا سنی نمیتونه باشه و دستور داد تمام سادات سنی رو کشتند. بابر دید که برند به قول مرور رعایای اون رو میکشند. به همین دلیل در حمله به قلعه قژدوان امیر ثانی رو تنها گذاشت. عبیدالله بیاری سپاهیان دژ قژدوان رو خلاص اومد به کمکشون و اینجا بایرام بیگ کشته شد، امیر نجم دستگیر و کشته شد، حسین بیگ لله گریخ و عبیدالله خان ازبک بر سراسر بلخ و خراسان حاکم شد. ببینید تاریخ رو وقتی میخونیم انگار که مردم از ورود شاه اسماعیل شادمان بودند. این چنین نیست. شاه اسماعیل بلایی بود که بر مردم ایران نازل شده بود، بر مردمی که در جغرافیای ایران زندگی میکردند. روزگارشون رو سیاه کرده بود. شما، من فیلسوفار دارم میگذرم، آقا 10 تا رو کش، 1000 تا رو کش، 10000 تا رو کش، شما یه مقداری آنالیز بکنید. اینا انسان بودند، زنان و مردانی بودند که می‌خواستن زندگی بکنند، اهل کار بودند، اهل ساختن بودند. تبدیل شدن به خاک و غبار خیابان. 10000 تا، 20000 تا، 9000 تا کله مناره. واقعا آدم
نفسش بند میاد اگر که از سطح یه مقدار بره به عمق. این ماجرا ادامه یافت. وقتی که عبیدالله بر خراسان دستیاب، مردم هرات جشن گرفتند و عبیدالله به مشهد رفت و تاج بر سر گذاشت و خود را پادشاه ایران خواند. شاه اسماعیل در آغاز بهار به سمت خراسان رفت، عبیدالله به ماوراءالنهر عقب نشست و شاه اسماعیل به انتقام اینکه مردم پذیرفته بودند عبیدالله رو شادی کرده بودند، هزاران نفر رو به گفته مورخان از دم تیغ در مشهد گذراند، مشهد رو به خون کشید و رفت به سراغ هرات تا سپاه ازبک رو بکوبد و شکست داد و به انتقام خون تبرائیان که کشته شده بودند همه رو از دم تیغ گذراند، شهر رو آتیش زد، در آب قیس نیز همین کار رو کرد. بعد از اون هرات رو داد به زینالبیک شاملو و بلخ رو به دیو سلطان روم رو. اما سراسر سغد و فرغانه و بخشی از سرزمین پارت و گرگان در دست عبیدالله ماند. ببینید اگر واقعی نگاه بکنیم جنایت های ارتش شاه اسماعیل تا این زمان و تا روزگار بعد، این مناطق رو بالکل از ایران جدا کرد و زبان پارسی به عنوان زبان دشمنان مردم برای همیشه فراموش شد. برای اینکه این زبان زمانی بود در ایران رشد کرده بود و چون شاه اسماعیل شد سمبل، این زبان هم زیر تیغ رفت. خلاصه در یک کلام، جنایات ارتش غیر ایرانی و کشتارگران قزلباش و شیعه کردن به ضرب شمشیر، باز ما تاکید میکنم این چنین شیعه شدیم، هزار باد این رو گفت، عادت کرد، پاکسازی دینی موجب جدا شدن سغد و خارز گرگان از ایران شد و ازبکستان و ترکمنستان کنونی ریشه های جدایش اون زمان خلاصه رشد کرد. بخشی از آذربایجان غربی، پاره ای از غرب کشور، شامل بخش اعظم کردستان و سراسر عراق اگر تاریخ رو علت و معلولی ببینیم اون زمان بود که سر و کلش پیدا شد. و سرانجام ما میرسیم به نبرد چالدران که در نگاه تاریخ نویسان درباری، دربار شاه اسماعیل یا جیرخاران، نبردی قهرمانان است، نبردی یک شاه با شمشیر و ارتشی که مکانیزه نیست، یعنی سلاح آتشی نداره، با یک ارتش نیرومندی که خلاصه مکانیزه است، سلاح آتشین داره، توپخانه داره. و در تواریخ در دبیرستان که ما میخوندیم کیف میکردیم که آقا عجب جنگی، عجب قهرمانی هایی، فارغ از اینکه چه کسی واقعا بر مسند است و این دیوانه زنجیری روانی قهرمان است یا ضد قهرمان. به هیچ وجه این رو به ما نمی گفتن. نه فساد او رو، نه جنایاتش رو، نه تجاوز به زن و دختر مردم رو، نه ارتشش رو، نه این کشتارهایی که واقعا شرم‌آور جدی، یعنی انگار اینا یه مش حیوانند. حتی در روزگار ما حیوانات رو اینجوری نمی کشن. برحال تو نبرد چادران یک تئوری هست که آخونده علم می کنن و ایران دوستان آخوندزده یا نفهم که برآمدن صفویان و شیعه سازی اجباری خلاصه
زیاده خواهی عثمانی ها رو تحریک کرد و موجب حمله عثمانیان به ایران شد و شاه اسماعیل مقابل اونها ایستاد. ولی واقعیتی نیست. در این زمان سلطان محمد فاتح مرده بود و سلطان بایزید دوم بر سر کار بود. پادشاهی سال خورده، عارف مسلک، زبان فارسی رو خیلی خوب میدونست و با لقب عادلی شعر پارسی میگفت. تحت تأثیر فرهنگ و شعر پارسی بود. بایزید در پاسخ علمایی که از کشتار قزلباشها فرار کرده بودند، اومده بودند از ایران به دربار اون، هیچ کاری نکرد، یعنی نمیخواست حمله بکنه. چند تا نامه نوشت و به این بسنده کرد که دست دعا و تضرع به درگاه الله برداره که در منشآت سلاطین که نوشته فریدون بیک هست، صفحه 363، میگه او فقط دعا میکرد، نمیخواست به ایران حمله بکنه. یعنی مسئله این نبود که اینا شیعه شده بودند، اینا سنی هند. بایزید که سال خورده بود جای پدر شاه اسماعیل، کوشش کرد که با نصیحت شاه رو از سنی کشی باز بداره، ولی موفق نشد و برخلاف کار بایزید، شاه اسماعیل یک تعدادی از بزرگان محبوس در دژ اصفهان رو در مقابل هیئت عثمانی در آتش انداخت و کباب کرد و خاکستر کرد تا قدرت خودش رو به سفرای سلطان عثمانی نشان بدهد. برخوردها شروع شد. بایزید میدونست که شاه اسماعیل داره تبلیغات میکنه، یعنی جنگ افروزی، یعنی خلفای خودش رو میفرسته تا مردم رو تحریک بکنن، نیرو جذب بکنه و ممنوع کرد که قزلباشها وارد عثمانی بشن. شاه اسماعیل نامه نوشت که اینا میخوان زیارت بکنن، شما چرا نمیذارید؟ و سلطان این ممنوعیت رو برداشت و در عوض شاه اسماعیل سر شیبکان رو پر از کاه کرد و فرستاد برای بایزید و نوشت این سری است که تو میپنداشتی هواهای بلندی در سر دارد، ببین امروز پر از کاه است. یعنی شاه رو تهدید کرد، سلطان رو. بایزید خیلی عصبانی شد، او رو تکفیر کرد و شاه اسماعیل به خلیفه‌اش دستور داد که در آناتولی بکتاشی‌ها رو تحریک بکنند تا خلاصه برخیزند، به خصوص بکتاشی‌هایی که در درون ارتش عثمانی بودند و حکومت عثمانی رو سرنگون بکنند. و تو همین حال و هوا بود که در حقیقت ماجرای بایزید تموم شد و یک سلطان دیگه‌ای برآمد، یعنی سلطان سلیم. 4 تا پسر داشت بایزید که کلی بر سر جانشینی با هم جنگ و دعوا داشتند و آخر کار بایزید سلطان سلیم رو که کوچکترین پسر بود و در بلند پروازی و شجاعت به پدر بزرگش سلطان محمد فاتح شبیه بود، او رو انتخاب کرد. سلطان سلیم این موقع 45 ساله بود و در سال 891 شمسی به سلطنت رسید. در همین هنگام شیعیان بکتاشی که تحریک شده بودند شورش کردند. نورعلی خلیفه که حاکم ارزنجان بود و شاه قلی که پسر و جانشین شیخ خلیفه بود و قاضی عسکر ارتش عثمانی شورش کرد و کلی خلاصه جنگ، دست به کشتار و تخریب، لشکر عثمانی رو یک دو بار شکست دادند. خطر که جدی شد، صدر اعظم به جنگ شاغولی رفت و در این جنگ شاغولی و وزیر اعظم هر دو کشته شدند. قزلباشان به داخل ایران عقب نشینی کردند و رفتند به حضور شاه اسماعیل. شاه اسماعیل به جای اینکه اونها رو تشویق بکنه، چون پیروز نشده بودند، دستور داد
دو تن از رهبران رو در دیگ آب جوش بیندازند و بپزند و بقیه رو تعداد زیادی رو گردن زد و دوباره دستور شورش رو به خلفای خودش در آناتولی داد. ببینید با کی طرفیم ما؟ کسی که باید داد یک روانشناس بررسیش بکنه. تو کشتن انگار که مورچه داری میکشه یا یک گنجش میکشه، حتی نفرات خودش رو. تو این کشاکش بود که سلطان سلیم بر رقیبانش پیروز شد و پادشاه عثمانی شد و در این کشاکش شاه اسماعیل به جای پذیرفتن او پسر برادر و مراد بیک رو به رسمیت شناخت و شاه عثمانی به حساب آورد تا اینکه حکومت عثمانی رو فرو بکشد. ببینید اینجاست که ما میفهمیم جنگ چالدران جنگی است که شاه اسماعیل دامن زد. آنچه در تاریخ رسمی نوشته شده از دروغ است. ریز برویم بخوانیم، فرض کنید عوض شاه اسماعیل صفوی یک پادشاهی مثل سلطان حسین بایقرا سر کار بود یا حتی شیبه خان، این کارا نمی کرد. بیش از تو مملکت خودش حکومت می کرد، ولی این درست عین آخوندهای کنونی که می گفتن، بارها گفتن پرچم اسلام رو بر فراز کاخ سفید خواهیم زد، بر فراز ورسای خواهیم زد در فرانسه. امثال این مزخرفات یک نگاه جهانگیرانه جهانخوارانه بسیار مسخره. الان هم شما نگاه کنید یه امپراتوری به اصطلاح با طرفدارشون که صحبت می‌کنن میگه آقا سوریه رو گرفتیم، لیبی دست ماست، یمن رو داریم، اسلام ببینید تا کجا رفته. ولی در درون این مردم چجوری دارن زندگی میکنند؟ یعنی اینجا نیز ما میبینیم که آخوند جهانخواریش، جنگ افروزیش، همان ژن شاه اسماعیل در درونشه. یعنی ایرانی در کار نیست، آزادی، رشد، رفاه، جنگ، کشتار، جهانگیری و همه رو به جان ایران انداختن. شما نگاه بکنید تا قبل از 57 ما این همه دشمن داشتیم برای اینکه کسی نمیخواست این مملکت دیگر رو بگیره. دفاعی بود بیشتر، بیشتر سیاست کریم خان زند. ولی سیاست این آخوندها همون سیاست بیمارگونه شاه اسماعیل هست برای گرفتن جهان. تو این فضاست که سلطان سلیم خلاصه کوشش کرد که کسانی رو که فتنه انگیزی می کردن به نفع شاه اسماعیل مثل محمد استاجلو، نورعلی خلیفه، اونها رو از فتنه‌گری باز دارد، ولی اونها پاسخ توهین‌آمیز دادند و خلاصه لباس زنانه برای او فرستادند و توهین کردند. و بعد از اون هم نورعلی خلیفه به توقات حمله کرد، شهر رو گرفت، خطبه به نام شاه اسماعیل خوند و توقات دوباره دست به دست شد. اشغال توقات به معنی اعلان جنگ رسمی به سلطان عثمانی بود. اینجا زمینه‌های جنگ چالدران کامل شد. سلطان سلیم نخست رفت سراغ حریفان داخلی، خیالش راحت شد، بکتاشی ها رو شناسایی کرد، 40,000 بکتاشی رو دستگیر کرد، سران فتنه رو به قول معروف گرفت، کشت و گردن زد، بقیه رو تبعید کرد. و شاه اسماعیل که از خراسان برگشته بود، کشتار خراسان، به نورعلی خلیفه دستور داد کار سنی و عثمانی رو یکسره کن. در این کشاکش سلطان سلیم در اسفند 892 در شهر ادرنه
فرماندهان نظامی خودش رو جمع کرد، قزلباشان رو تحلیل کرد، خطرش رو برای عثمانی و از فقهای درجه اول کشور فتوای جهاد بر علیه شاه اسماعیل گرفت. نامه هم به عبیدالله ازبک نوشت و خواست که بیاد در کنار او بجنگه، ولی عبیدالله درگیر شورش های خوارزم بود و نتوانست. و در اردیبهشت 893 سلطان سلیم طی نامه‌ای رسما اعلام جنگ داد و اعلام کرد فقهای اسلام حکم ارتداد و قتل او را دادند. نامه توسط قلیچ یکی از خلیفه های زندانی برای شاه اسماعیل فرستاده شد. این قلیچ خلیفه شاه اسماعیل بود، به نفع شاه اسماعیل فعالیت میکرد. نامه را برد، شاه اسماعیل دستور داد بلافاصله قلیچ رو گردن زدند. نامه سلطان رو جدی نگرفت، گفت مستحضر هستم به حمایت ائمه، حمایت ائمه، و کسی جرأت نمیکنه به او حمله کنه، خدا همه نیروش رو متوجه او کرده. و باز اطمینان داشت که قزلباشان آناتولی کار سلطان سلیم رو تموم میکنند. سلطان سلیم نامه توهین‌آمیزی به شاه اسماعیل فرستاد و او رو سرور شرور و سردار اشرار و ضحاک روزگار نامید. ارتشش را افتاد. شاه اسماعیل چه میکند؟ سپاه عثمانی در نزدیک میشه و این جناب خدا، این بیمار، این کشتارگری که هزاران هزار نفر رو کشته، مشغول عیاشی است. نامه ای به سلطان سلیم نوشت و گفت اکثر اهالی آناتولی پیروان من هستند و من نمیخوام کاری بکنم که امیر تیمور با پدر تو کرد، و مشغول عیاشی های خود شد، شرابخواری، هماغوشی با دختران و پسران زیبا. و در این هنگام سلطان سلیم با 140 هزار سوار در خرداد 893 به مرز ایران رسید. او با ارتش بزرگ خودش، شاه اسماعیل با اوهام فراوانش که من شکست ناپذیرم و تمام نیروهای جهان در خدمت منند. من اجالتا قبل از اینکه وارد میدان جنگ بشیم همینجا درنگ میکنم، فقط تاکید میکنم توجه بکنید که و مقایسه بکنید و تطبیق بدید کارکردهای شاه اسماعیل رو با آنچه حاکمان کنونی دارن با مردم ایران می کنند. هیچ کدامشان هویت ایرانی ندارند. ایران طعمه ایست در دست اونها برای دریدن، برای خوردن، برای غارت کردن. اگر نه با ایران اینچنین نمی کردند. و نقطه ضعف ما هم هویتی با آخوندها بوده. ما باید هویت ملی خود رو دریابیم تا بتوانیم بجنگیم. ما مجبوریم عقاید خودمون رو تغییر بدیم. دوستان هم میهنان، هر کس نمیخواهد آزاد است، ولی بد نیست بیندیشیم که چه کسی رو میپرستیدیم، چگونه به این آیین در آمدیم. سردار و سالار تاج نهادن بر سر ایران زمین، تاج تشیع کیست؟ امثال کرکی ها، شیخ صفی اردبیلی، شیخ جنید، فرزندان امیر تیمور، شاه اسماعیل صفوی. و بنگریم زجه ها و ناله های مردمی رو گردن زده می شدند، دخترانی که قزلباشان تجاوز می کردند تا شیعه بکنند، پسرانی رو که تجاوز میکردند. کی بودند اینها؟ کی بودند؟ ولی اینها هنوز هستند. قزلباشان اگر در گذشته کلاه سرخ بر سر می نهادند،
الان عمامه بر سر دارند، دارن میکشند، دارن میدوزند. نان شده 250 گرم. در زمان شاه اسماعیل سبیلهای از بناگوش در رفته رسم بود. قزلباشان کنونی سبیلشون رو میتراشند. از شارب و به شارب که شارب. پیامبر گفته که سبیلی که به آب بخوره مثل شراب است. الان ریش گذاشتن. قبلا لباسشون لباس جنگی بود. نیمتنه، الان عبا عمام است. هویت یکیست. و هویت ما کجاست؟ ما آماده تغییریم، آماده تغییر تاریخی. هویت اپوزیسیون ها کجاست؟ دنبال چه هستند؟ آیا فقط میخوان از مشروعیت برباد رفته آخوند و اسلام و خر مراد بنشینند؟ از این خبران نیست. باور کنید طوفان آگاهی در اون بخشی که ایران رو تغییر میده وزیده و برده این گند و کسافت ها رو. به جایی نخواهید رسید، شک نکنید. من با تمام وجود این رو احساس میکنم. ایران آینده ایرانی است که هویت خود را باز خواهد یافت، سکولار دموکراتیک، و از این استفراغ‌های خشکیده آخوندی که دوباره میخوان به خورد ملت بدند بهره نخواهید برد. سالها قبل گفتید که ما استفراغ خشکیده آخوندها رو خلاصه استفاده میکنیم، ولی ما نمیکردیم. اینک خود را بنگرید. در هر حال بر لبه جنگ چالدران توقف میکنم و بقیه بحث رو برای برنامه بعد میذارم و با امید به درودی دیگر، ولی قبل از اون چند خطی میخوام از یک شعر رو برای مردمی که به پا خواستند، برای ملتی که در هویتش رو باز میابد بخوانم. با درودی به همه اونها. شیری اگر که هست بدان شیر ملت است. در دست شیر قبضه شمشیر ملت است. خورشید اگر که هست به همراه تیغ و شیر، بر پشت شیر مهر جهانگیر ملت است. سلطان و شاه و خسرو و شاهنشه و ملک، صدر و بزرگ و مهتر و هم میر ملت است. ما قطره ها اگرچه در این رود فانیم، بی مرگ و جاودان و نامیر ملت است. اسطوره هاز ملت و مردم پدید شد، اسطوره تمام اساطیر ملت است. بر هر منار نام بزرگش سرود باد، جای خدا ترانه تکبیر ملت است. زین رهبران پیر و فرومانده خستم، در راه گر که رهبر و گر میر ملت است. در راه گر که رهبر و گر پیر ملت است. از اوج ملت است که رهبر کند طلوع، این را بدان که چاره و اکسیر ملت است. مجموع موج هاست که طوفان برآورد، فرماندهی برایش تغییر ملت است. اندر کمان آرش تاریخان ببین، هم قله ملت است و همان تیر ملت است. رستم که شیر عرصه تاریخ مردم است، معنای داستانی تفسیر ملت است. آن آذرخش شعله‌ور بیکران سرخ، در قیرگون این شب شبگیر ملت است. کابوس شیخ و دین و خدایش در انتها، تفسیر ملت است و تعبیر ملت است. اندر دهان شیخ فرومای عاقبت، خود قافیت به جوی و بدان تیر ملت است. درود بر ملت بزرگ ایران.
درود بر ملتی که به هویت خود باز خواهد گشت. درود به ملتی که در حال عبور از 14 قرن کثافت و لجن و گندیدگی و خرافه و بت پرستی و رهبر پرستی و شیخ پرستی و چرند پرستی است. درود بر ملتی که این روزها بارها اشک مرا در آورده و من همان حال هوای 25-6 سالگی رو موقعی که در کنار مردمم بودم در خود احساس میکنم در سنین سال خوردگی. امید که مردم ایران پیروز شوند و پیروز خواهند شد و امید که ما شانس این رو داشته باشیم که شاهد برآمدن خورشید آزادی و هویت ملی بر فراز البرز کوه باشیم و پس از اون در خاک میهن چشمهای خودمون رو با شادی فرو ببندیم. موفق باشید و تا درودی دیگر، بدرود.